اول این عنوان میژن کنترل شد داشبورد از اسپیس. این داشبورد رو اگه ازش زیاد استفاده میکنید که من خودم خیلی ازش استفاده میکنم به خاطر اینکه آدرس بوک و حالا دیکشنری و اینام اینجا هست، من معمولا اصلا نمیخوام به عنوان اسپیس ازش استفاده بکنم، چون اگر شما این رو آن بکنین به محض اینکه داشبورد رو میزنیم میارتش یه جای دیگه. خیلی از وقتا من این دیکشنری رو زمانی که توی فول اسکرین مثلا یه فیلم هستم یا تو وب هستم نیاز دارم، به همین خاطر من معمولا میذارم آف باشه. یکی اتوماتیکلی ریارنج اسپیسز بیسد آن موست ریسنت یوزه، که شما اگر اینجا چند تا اسپیس داشته باشین اگر از یکیش بیشتر استفاده کنین اونو جلوتر میاره. به طور مثال اگر این تصویر رو من به عنوان یه پنجره فول اسکرین داشته باشم، این فیلم رو هم به عنوان یه پنجره فول اسکرین داشته باشم، اگر از هر کدوم بیشتر استفاده کنم اینجا جلوتر میان و دیگه موقع چپ و راست کردن سریعتر میشه بهشون دسترسی داشت. اگر نیاز داشتید میتونید آن یا آفش بکنید. When switching to an application, switch to a space with open windows for the application. اینم زمانی که شما مثلا اگر من الان اینجا سویچ بکنم روی کویک تایم پلیر، بلافاصله من میاره تو اون اسپیسی که مربوط هست به اون برنامه، چون الان خود کویک تایم اینجا پنجرش باز نیست، ولی اگه سویچ بشه چرا بلافاصله اسپیسش فعال میشه و وارد اون اسپیس میشیم. عنوان هایی که پایین داره، یکیش شورتکاتی که شما برای خود میشن کنترل در نظر میگیرین. اگر اینجا شما شیفت آلت کنترل یا کامند رو نگه دارین همینجا میبینین تغییرات رو و میتونین هر کدوم از این شورتکات ها رو که دوست داشتید با اون ترکیبی که خودتون احساس میکنین مناسب براتون اینجا انتخاب بکنین و استفاده بکنین. دیفالتش کنترل بالا برای میشن کنترل و کنترل پایین برای اپلیکیشن ویندو. اگر خواستید اینجا میتونید همراه با کلیک وسط موس هم از اونها استفاده بکنید، که اینا رو من خودم براش تنظیم کردم. به طور مثال من کنترل و کلیک وسط رو گذاشتم برای خود میشن کنترل و اینجا که باشم و alt کنترل و کلیک وسط رو برای اپلیکیشن ویندوز و همچنین alt کنترل و کامند رو برای شو دسکتاپ، که میتونم بلافاصله دسکتاپم رو ببینم همونطور که شما اینجا میبینین. کنترل alt کامند و کلیک وسط برای دسکتاپ من هست. همچنین اینجا هم برای شو دسکتاپ شما میتونید اگر خواستید از یه شورتکات دیگه استفاده بکنید. شو داشبورد هم اگر از کیبورد و موس استاندارد اپل استفاده میکنید همین F4 شماست معمولا و نیاز نیست اینجا شورتکاتی براش در نظر بگیرید. اگر از کیبورد دیگه استفاده میکنید میتونید اینجا اون کیبورد مد نظر خودتون رو بهش نسبت بدید. اما توی لنگویج اند تکست اگر شما خواستید کیبورد فارسی اضافه بکنید، میایید توی اینپوت سورسز، از اینجا میایید توی این قسمت و این سه تا لیات کیبورد متفاوته، اون کیبوردی که خودتون دوست دارید رو اضافه میکنید. مثلا من از استانداردی که استفاده میکنم ISIR I2901 که میتونید حالا QWERTY یا پرشین استاندارد مک رو استفاده بکنید. اگر خواستید این پرچم اینجا دیده بشه شما این شو اینپوت منیو این منیو بار رو میزنید و اگر میخواید این زیر کیبورد ویورتون هم باشه که اگه احیانا خواستید، البته اینجا خیلی بزرگه، اگه خواستید این کیبوردتون رو هم ببینید، حالا چه زمانی که فارسیه چه زمانی که انگلیسیه، که برای کسایی که ممکنه یه مقدار تو تایپ فارسی یا انگلیسی مشکل داشته باشم ممکنه راحت تر باشه، میتونید این عنوان رو آن بکنید که اینجا دیده بشه، چون تو شرایط عادی دیده نمیشه. و در نهایت شورتکات سویچ کردن بین لیات کیبورد شما، که الان شما اگه این بالا رو ببینید دقیقا بین لیات انگلیسی و فارسی سویچ میشه، شما میتونید این کیبورد شورتکات رو بزنید و از اینجا شما میتونید بیاین توی کیبورد اند تکست اینپوت توی این سلکت پریویوس اینپوت سورس، اینجا این شورتکاتی که حالا من براش alt کامند و شیفت اسپیس رو انتخاب کردم، شما هر چیزی که دوست داشتید میتونید بهش نسبت بدید. فقط ترجیحاً چیزی باشه که با شورتکات های دیگه تو برنامه های دیگه خیلی کانفلیکت نده. به طور مثال دیفالتش کامند اسپیس هستش که توی چندین برنامه از جمله فتوشاپ استفاده میشه. ترجیحاً یه شورتکاتی استفاده بکنید که با اونا دیگه چیز نداشت، کانفلیکت نداشته باشه و یکی نباشه.
خب اینم از قسمت لنگویج اند تکستمون. سکیوریتی اند پرایوسی رو با مسئولیت خودتون استفاده بکنید. اگر احیانا پسورد براش تعیین بکنید و بعدا نتونید اون پسورد رو به خاطر بیارید، مشکل براتون ایجاد میشه. این رو من میذارم به عهده خودتون و خودتون اگر دوست داشتید میتونید توی اینترنت مطالعه بکنید که چه خصوصیاتی داره. من خودم اصلا ازش استفاده نمیکنم. اسپاتلایت شما برای این اسپاتلایت این قسمت، اگر خواستید تو این سرچی که اینجا میزنید به طور مثال رادان چیزهای دیده بشن یا دیده نشن، به طور مثال تو دوز شما رو اینجا نشون بده یا نده، حالا وب پیج هایی که رفتید رو اینجا نشون بده توی سرچتون، ایمیل هاتون، حالا برنامه های دیگه، حالا تمام این عناوینی که اینجا هست رو میتونید از اینجا آن یا آف بکنید. بگید موقعی که سرچ میکنی ایمیل من اینجا نشون نده. حالا من اگه بیام همینجا دوباره رادان رو بزنم دیگه این بار مسیجزی که اینجا شما میدیدید رو دیگه نمیبینم، یا حالا هر کدوم از اون عنوانهایی که باز اینجا هستش رو شما دوست ندارید توی سرچ اینجاتون بیاد، احساس میکنید که دست و پاگیر هستش، میتونید از اینجا آن یا آف بکنید. پرایوسی هم قبلا در موردش صحبت کردیم. اگر میخواین فولدری توی سرچ دیده نشه بنا به هر دلیلی، اون فولدر رو درگ میکنید اینجا یا این مثبت اینجا رو میزنید و اون فولدر رو باش معرفی میکنید. به طور مثال من اگر خواستم این فولدر آنتایتل هم دیده نشه، اینو درگ میکنم اینجا و دیگه هر چیزی توی این باشه توی این سرچ دیده نمیشه.